سپاسان خدا را که ما را توان داد. سپاسان خدا را که ما را توان داد. پی شکر نعمت به انسان زبان داد. سپاسان خدا را که با قدرت خود به این شیء ناچیز، نطق و بیان داد. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند مهربانی ها، خداوند خوبی ها، خداوند پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و خداوند آل متحر این پیامبر در خدمت شما بزرگواران هستیم عرض سلام و ادب داریم خدمت یکایی که شما مهربانان بسیار مشعوف و مسرور هستم تا در این وعده وعده چهارشنبه دیگر در خدمت شما هستیم می توانیم باز هم کسب فیض بکنیم از محضر استاد محترم جناب حاجقای رزوی بحث ما همانطور که دوستان مستعذر هستند و دنبال میکنند در مورد مصادیق معروف و منکر هست جلسات بسیار متعددی را در محضر استاد بودیم حالا رسیدیم به بحث تنبیه از عوامل غفلت زای تنبیه و ان در خدمت استاد خواهیم بود شب هم بنده مثل شما سعی میکنیم بیشتر گوش کنیم و بیشتر استفاده ببریم جناب استاد سلام علیکم شب سلام شب. علیکم و علیکم السلام و سلام رحمت الله ممنون شما خسته نباشین استاد از اینکه وقتی ممنون. بسیار گرام قدر خودتان و برنامه خودتان اختصاص دادین و بنده میتونم به نمایندگی از دوستان عزیزی که در منازل تشریف دارن میزبان شما باشم و بالاخره در بحث شرکت بکنیم و سوالات شما داشته باشیم بسیار خوشحال هستم اگر اول پرسی با ازان بیننده دارین داشته باشین ما شاء الله سوالات شما خواهیم پرسید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم نبهنی فی اوقات الغفله و ها، عرض سلام مجدد دارم محضر همه بینندگان عزیز و خدمت شما در خدمتتان هستم سلامت باشین استاد جلسه گذشته و جلسه ما قبلان ما در مورد تنبیه در مظر شما بودیم رسیدیم به عوامل غفلت تنبیه و ظاهرا بسی از مباحث آن باقی مانده از شما خواهیم خواست تا در ابتدای بحث امشب در ادامه عوامل قفلت تنبیه ما را رو بیشتر روشن کنید تا ببینیم چه عوامل دیگری قفلت هستند که ما نیازمند تنبیه هستیم در خدمت شما همونطوری که قبلا عرض کردیم عوامل غفلتزا به دو گروه تقسیم میشه بعضی از عوامل اینها برخواسته از وجود انسان و از درون انسانه. مثلا مثال زدیم به نفس اماره قرائز شهوات و امثال اینها همه جزو چیزهایی است که میتونه اینها از عوامل غفلتزا باشه و انسان را در غفلت ببره و نیازمند تنبه تنبهگران باش. بیشتر به این قسمت نمی پردازیم بخش دیگری رو انشالله در خدمت شما و عزیزان بینده هستیم به نام عوامل خارجی یعنی چیزهایی که از بیرون نفس انسان و درون جان انسان در اثر تاثیراتی که داره یکی از عوامل غفلت به حساب می و سبب غفلت بشه و نیازمند این است که در این موارد انسان تنبه پیدا کنه حالا یا تنبه درونی با نفس خودش با ذکر خداوند متعال یاد خداوند متعال و آثار دیگری که غفلت را از بین ببرم بعض این عوامل عبارت از محیط یکی از چیزهایی که بسیار بسیار باعث غفلت مشه و نیازمند مراقبت شدید است مراقبت شدید است مسئله محیطه که باعث غفلت مشه یعنی انسان وقتی زندگی میکنه در اطرافش چیزهای او را احاطه کرده دربر گرفته و اینها به خاطر اون تأثیر گذاری و اکثرا علت قرار گرفتن اثر میگذاره بر روح انسان و مایه غفلت انسان در درون جان انسان میشه و محیط یکی از بسیار چیزهای مهم است که در غفلت نقش بسزایی را ایفا میکنه ما میبینیم اکثر پیامبران بزرگ الهی آمدن ما را تنبه دادن از غفلت یا اقوام خودشان را تنبه دادن از غفلت یکی از اینها حضرت نوح علی نبی و علیه السلام حضرت قدر این مسئله محیط را اثرگذار میداند در مسئله غفلت زایی و نیازمند تنبه میداند که دست و دعا برمی داره بعد از این که قوم خودش رو دعوت میکنه میگه لب رب به لا تذر على الارض من الكافرین لیارا و انتظر هم یوزل و عباده که ولا یلدو الا فاجرن کفارا ببینید اینجا نوح علیه السلام مسئله تأثیر محیط را بر افراد که اینها را دعوت کرده نقش تام و کامل به حساب میاره میگه خدایا این قوم که دعوت پذیر نیستن هرچی ما زحمت کشیدون به جایی نرسید دست به نفرین برمدار خدای از اینها دیار را باقی نگذاره یعنی همه اینها را نابود کن چرا به خاطر اینکه محیط محیط آلوده شده اگر در این محیط یک نفر از اون کسانی که زنده بودن و زندگی کردن و تعیش داشتن زنده بمانه همین هم سبب مشکلی که محیط رو دوباره به آلودگی گرفتار کنه لذا میگه خدای دیار از اینها رو باقی نگذار به خاطر که اینها اگر یک نفر هم باشه لا یلد الا فاجران کفارا غیر از انسان فاجر انسان های گناهکار انسان های معصیتکار چیزی دیگه از اینها به ارمغان،, ارمغان نمیاد و این اثرگذاری محیط را در انسان و در راه رهنمودهای الهی مشخص میکنه بسیار مشخص و روشن و شفاف بیان میکنه که اگر حتی انسان در یک محیطی که یک از عوامل غفلت زا باشه زندگی کنه احتمال داره ای درش اثر بگذاره همون طوری که در پسر خودش اثر گذاشت وقتی کشتی را ساخت همه را سوار کرد دیدی بچه در یک کنار نشسته دعوت کرد یا بنی بچیم خب خوب یا کشتی را سوار شو با این گروه کافر مواظبت و مراقبت نداشته باش با اینها رفت آمد نداشته باش چرا به خاطر این که خب این محیط محیط آلوده است این محیط محیط کفر است این محیط محیط که اگر شما بعد از حتی این طوفانی که با وجود میایه هم زنده بمانی و با این محیط در ارتباط باشی با کسانی که دور هستن تو کافر میشی این اثرگذاری محیط را در وجود انسان میرسانه لذا ما میبینیم علمای علم اخلاق علوم تربیتی حتی در عرفان و علوم حکمت از مسئله اثرگذاری محیط در وجود انسان بسیار بحث های مختلف صورت گرفت لذا ما میبینیم اگر انسان در محیط آلوده زندگی کنه قطعا این محیط در انسان اثر میگذاره و مایه غفلت انسان از خوبی ها از اخلاق نکو از دیانت از راه های صحیح و چه بسا اون غفلتی که در این محیط آلوده پیش میاد سبب زوال انسانیت انسان و دیانت میشه ما نمونه های در تاریخ داشتیم نمونه هایی که اگر انسان حقیقتا این را دقت کنه تأمل داشته باشه و غور تاریخی کنه در میب... میابه که چطور محیط سبب زوال دیانت و حتی حکومت ها میشن نمونش اندلس یا اسپانیا اسپانیایی که در اونجا انسان های فاخر مثل خیزران مادر حضرت رضا علیه السلام و مادر حضرت معصومه علیه, علیه السلام اونجا زندگی میکرد 800 سال مسلمان ها در اسپانیا حکومت کرد اما وقتی محیط محیط آلوده شد خب دشمنای مسلمان ها دریافتند که از راه نبرد فیزیکی به جایی نمیرسند لذا شروع کردن به آلوده کردن این محیط اول حکومت داران را فاسد کرد اینها شروع کردند به ملعب بازی به شهوت پرستی اون غفلتی که در اینها به وجود آمد پهن در گستره جامعه شد جامعه هم آلوده شد آلودگی به صورتی که کسی نبود جلو هیچ گونه تعیش و شهوت رانی را در این جامعه مهار کنه لذا ادهی سو استفاده کردن شروع کردن و پخش کردن ارازل انسان های فاسد به حدی حد که کاواره ها اونجا رونق پیدا کرد بزلهای شبانه در اونجا شروع شد مسلمان ها و جوان ها و پسر گرفتار ای بزم های شبانه شد از حقیقت ها از دیانت از فرهنگ از اخلاق از انسانیت همه کنار رفت ببینید این نتیجه محیط فاسد و تأثیر محیط فاسد بر انسان هم. این سود که مهد انسان های پاکی مثل خیزران چون یکی از القاب حضرت خیزران حضرت توکتم یا نجم خانم مادر حضرت رضا خیزران المرسیه هست مرسیه یکی از محل های یک اونجا در همین اسپانیا قرار داره خب ببینید انسان های والای مثل خیزران در اینجا به دنیا میاد شیعه در اونجا با نقشی که ایفا کرد حکومت را مدت ها به دست گرفت 800 سال مسلمان ها و در اواخر شیعیان حکومت کرد اما چون محیط محیط آلوده شد آلوده کردند چون محیط را آلوده کردند فساد را گرایبانگیر بچه های مسلمان کردن و از این طریق تانیستن این کشور اسپانیا را به دست خود بگیرن و در واقع تصاحب کنن حالا برمیگردیم گردیم به جوامع فعلی خود ما اگر ما در محیط زندگی میکنیم اون محیط محیط آلوده باشه محیط شهوت باشه محیط باشه که در اونجا اخلاق فضیلت معاب از بین بره محیط باشه که در اونجا شهوت حکومت کنه محیط باشه که در اونجا بنگاه های اقتصادی دست به احتکار بزنه دست به تقلب بزنه دست به غش بزنه نتیجهش آلودگی فاجعبار جامعه به شهوت به بندوباری به آلوده شدن اقتصاد و ریشه های اساسی یک زندگی دینی بشه پس بنابراین توصیه ما به جوانان عزیز اینه به دختران و پسرانی که در جوامع فعلی زندگی میکنه اینه که مراقبت داشته باشن اگر در محیط اونجا زندگی میکنن، محیط اینها را به غفلت فرو نبره چون الان شیوه های به غفلت بردن در محیط خیلی زیاد است یکی از نمونه هایش الان سریال هایی است که خانه به خانه داخل خانه های ما جا گرفته ارمغان کشورهای فاسد و کسانی که هیچ گونه اخلاق را در اونجا رعایت نکرده در خانه های ما متاسفانه آمده. جوانهای دختر و پسر ما در این محیط الان از این نحو برخوردهای شهوانی استفاده میکنه ببینید شما رابطه های دختر با پسر را در این سریال های مثلا صد قسمتی دویست قسمتی سه قسمتی چطور آمدن به یک نحو بسیار بسیار مرموزانه و زیرکانه جا انداختن تا جوانهای ما را فاسد کنن یکی از راههایش اینه دیگه از طریق رسانه ها بسیار بسیار ذهنها آماده میشه. بسیار بسیار افکار تبدیل پیدا میکنه. بسیار عقاید ها به انحراف کشیده میشه. و این اثر محیط آلوده هست که اگر انسان در این محیط آلوده زندگی میکنه و مراقبت نکنه تنبه نداشته باشه تنبه از اون غفلت ها به وجود نیاد زندگی ها کساد مشه آلودگی ها فراوان مشه محیط دیانت تبدیل مشه به یک محیط شهوانی و فسادانگیز که دیگه او سرش ناپیدایه یعنی هر کشوری هر ملتی هر ملیتی هر قومی هر عشیره اگر رعایت نکنه کمتر از اون اسپانیایی نیست که یک حکومت هشتاد ساله به توسط شهوت رانی ها و بیبندوباری ها ساقط شد استاد بزرگوار خدا به بیتا از محیط گفتین و از نقش بسزای محیط در تاثیرگذاری بر شخصیت افراد و تاثیرگذاری بیش از حد افراد بر محیط حال چقدر خانواده ها می توانند در مقابل این محیط در مقابل جامعه مقاومت کنند چقدر می توانند فرزندان خودشان بیمه کنند چقدر می توانند فرزندان خودشان یک رقمی مراقبت کنن از آسیب پذیری در مقابل این محیط آلوده در واقع همانطوری که شما از عقاید مذهبی گفتین از علامه طباطبایی رحمت الله علیه گفتین در علم روانشناسی امروز میگن سه چیز بسیار تاثیرگذار است بر شخصیت افراد یکی خانواده هست یکی محیط هست یکی هم وراثت شما از محیط گفتین وراثت هم که دست ما شما نیست پس خانواده میتونه به نظر بنده در مقابل ای آسیپذیری در مقابل عوامل قفلت زای محیط نقش سزایی داشته باشه شکی نیست ببینید حالا این خودش آسیب شناسیش بالاخره یک بحث مجزای دقیقی را لازم داره اما خانواده ها چیزهایی که غفلت را از بین میبره و از بین برنده غفلت هست یکی این انسانه بالاخره این نفس در برابر خواسته های محیط و غفلت آور عوامل غفلت آور مقاومت کنه اون نفس مطمئنه در وجود انسان رشد کنه از این را میتونه جلوگیری بله. کنه نفسی که در اختیار خودش هست بالاخره نمیره دنبال مظاهر غفلت ز. بله. رای دیگرش اینه که مدیران کارآمد مدیران کارآمد از جمله پدران و مادران و بزرگان خانواده این آثار قفلت را از بین ببرند و اولادها را جوانها را خانواده را کنترل کنه کنترل کنه حالا با چی شیوه با شیوه های مناسبی که بالاخره خودش نیاز به یک بحث مستقل داره که ما بیایم بحث کنیم که به چی شیوه هایی مثلا این خانواده ها باید وارد شود تا بچه ها را به صورت صحیح بتوانند ادب کنن از غفلت بیرون بیارن و تنبه در اینها به وجود بیاره و علاوه بر اون مدیران بیرون از خانه کسانی که انسان ها در دست اونها تربیت بشه مثل مدارس مثل مساجد مثل رهبران تربیت کننده و مرب... مربی های اجتماعی و دینی علما دانشمندان خب بالاخره باید دست و پای این غفلت را از بین جامعه و محیط جمع کنه اگر جمع نکنه نتیجهش همون چیزی میشه که بالاخره در اسپانیا یا در کشورهای مثل اسپانیا که خب نظیرهای دیگر زیاد داریم رخ داده و رخ خواهد داد با. در تایید فرمایشات حضرت اتالی فقط یک جمله بند کنم وارد بحث بعدی شویم که من فکر میکنم که در جامعه امروزی که انسان ها مخصوصا فرزندان خانواده ها ها دسترسی راحت دارن به فضای مجازی به تکنولوژی های امروزی به نظر بنده تنها روش و مطمئن ترین روش ای است که مدیران که از تالی فرمودید پدران و مادران یک قدم جلوتر از فرزندان خودشان باشند از لحاظ سطح علمی از لحاظ استفاده از علوم روز و همه بحث فیلم هایی که فرمودید استفاده از موبایل ها استفاده از فضای مجازی اینترنت و انشالله که مشاهده باشیم خانواده های قوی محیط بسیار پاک و, آ... پاک و آری از هر گونه آلودگی انشالله برای همه فرزندان ما استاد عزیز ما سه دقیقه تا میان برنامه در خدمت شما هستیم بله حالا در خلال این سه دقیقه یک بحث دیگر یکی از عوامل دیگر خب حالا بسیار مختصر اشاره میکنیم مسئله کنار گذاشتن راه های رشد و پیروی کردن از راههایی که در برابر رشد قرار داره مثل تکبر و امثال اینها باید مطرح کنیم یکی از چیزهایی که مای قفلت میشه حقیقتا کبر و غرور و رفتن از راه که صد راه رشد معنویت انسان میشه هر چی باشه حالا این به طور کلی یک مجموعه فراگیریه که میتونه شامل خیلی چیزها در جامعه و در میان افراد جامعه و هر چیزی که باعث تکبر انسان مشه هر چیزی که سبب مشه انسان راه های رشد را گم کنه رشد معنوی را گم کنه خب از اینها باید انسان پرهیز کنه تا بتانه حقیقتا اون غفلت ها را از بین ببره و تنبه حاصل شه آیم وارکه قرآن میفرماید فرماید و عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغير الحق میفرماید ما به زودی آیات خود ما را نشانه های خود ما را برمگردانیم و سوق متیم از کسانی که اینها تکبر کردند و ایرا و کل آیتین لا یؤمنو بها نشانه های الهی را در جامعه دیدن راه های رشد در جامعه دیدن اما به این ایمان نمیارن و این یراو سبیل رشده لایت یتخذوه ها سبیلا راهای رشد رو ترک میکنن و ای یراو سبیل الغیه یتخذوه تخیزو سبیلا اما در برابر راههای رشد اون راههای زلالت و گمراهی را که به عنوان کلی میتونه خیلی چیزا از مصادیقش باشه اینها را پیروی میکنه ذالکه به کذ کذبو به آیتونا اینها کسان است که اون نشانه های دینی حقایق دینی را تکذیب میکنن میگن که وجود نداره حقیقت نداره و کان آنها غافلین آیه مبارکه هست میگه که خب اینها کسانی است که از این آیات الهی غفلت ورزیدن لذا در نتیجه این غفلت گرفتار اون انصراف آیه های الهی از وجودشان در روز قیامت و در روز واپسین شدن بسیار تشکر میکنم استاد چند لحظه استراحت میکنیم و در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود از شما ایزان هم همچنان تشکر میکنیم که همراه برنامه خودتان هستین چند دقیقه از شما فاصله خواهیم گرفت و دوباره باز خواهیم گشت با ادامه برنامه به وقت بیداری به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین حیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای ترا که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستیم و قرار و آرام دلهای بیقرار من جستو چه و جستو کرا خانیم که همه تویی و جستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی می مانم یعنی به تو امید دارم خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین غم بیچارگان خوردن مهم است دلی از خود نیازردن مهم است چه مدت زندگی کردن مهم نیست چگونه زندگی کردن مهم است عیوب خیش را دیدن مهم است خطا باشد ز مردم عیب جویی خطای خلق بخشیدن مهم است اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه فرجهم ارزی سلام و احترام دارم مجددا خدمت یکایی که شما بزرگواران شما همراهان همیشگی رسانه جهانی حادی به وقت بیداری به صورت زنده و مستقیم در بخش دوم چهارشنبه شب تقدیم نگاه شما بزرگواران میشه تشکر میکنیم از یکایی که شما بزرگواران همراهی که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم با ما دارین و در پخشهای مجدد در فضای مجازی دنبال کننده برنامه های خودتان هستید خدا خیرتان بده ان هر جای این دنیا هستید و در هر جایی در این لحظه برنامه خودتان نگاه میکنید در صحت و در سلامت کامل باشین ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید در بخش دوم برنامه امشب همچنان در محضر استاد ارجمند خودم جناب استاد رضوی هستیم ایشان محقق هستند در مباحث معارف اسلامی و ما استفاده میکنیم بسیار بسیار زیاد از فرماشات ایشان از مصادیق معروف منکر برای ما میگن و امشب در ادامه مباحث تنبیه از مصادر ایشان همچنان میخوایم استفاده بکنیم جناب استاد سلام علیکم مجدد سلام علیکم و رحمت الله استاد میخوایم عواقب شوم قفلت زای نیازمند طبیعی از شما بشنویم بله ارز سلام مجدد دارم محضر همه بینندگان عزیز و به خصوص خود شما عواقب غفلت که نیاز به تنبه داره اهمیت تنبه از غفلت رو برای ما کاملا روشن مکنم. یعنی ما راجع به اهمیت غفلت و تنبه از غفلت در قبل مطالب را گفتیم اما اون که مهم است دو نکته است که در اینجا به عنوان آثار شوم غفلت اینها را خدمت شما و بینندگان عزیز ارز مکنم اگر همین دو نکته را ما حقیقتا داشته باشیم و بگیریم به اهمیت تنبه از غفلت که متاسفانه خودش مورد غفلت قرار گرفته پیمه بریم نکته اول اینه که غفلت از قلب انسان شروع میکنه یعنی اولین چیزی که حقیقتا غفلت به بار میاره در وجود انسان و نفس انسان از قلب شروع میکنه و اون بله بصیرت قلبی را از انسان میگیره ببینید اولین خاصیتش اینه که قلب منبع درک انسانه البته قلبی که میگیم این قلب سنوبری نیست یعنی اون نهاد انسان اون روح انسان اون معنویت انسان اون بصیرت انسان اگر انسان دارای غفلت شد یا در غفلت فرو رفت اون قلب انسان به معنای نهاد بدن انسان و روح انسان که تمام درکش هر چیز انسان از اون منبع میگیرم غفلت اینا میایه در واقع خاصیتش رو بر می‌داره ب... می قلب انسان منبع درک انسانه منبع بصیرت انسانه منبع نشعت معنویت انسانه اون طلمبه خون معنویت در روح انسانه اگر انسان غفلت برایش پیش آمد اولین اثرش اینه که این خاصیت درک را از قلب میبره آیه قرآن میفرماید لهم قلوب و لا به بها اولائک هم الغافلون آیه مبارکه میفرماید اینها اینهایی که در غفلت فرو میرند یک قلبی دارد که اصلا تفقه نداره درک نداره بصیرت نداره پس ببینید یکی از چیزهایی که انسان راه ها را به خاطر او گمه کنه به خاطر اون غفلت هایی که غفلت آمده در قلب انسان نشسته و اون خاصیت اولیه قلب را معنویت را رو که روح انسان هست که درک باشه اون از قلب انسان چیکار کرده؟ برداشته این اولین اثر است که غفلت در قلب انسان میگذاره من فکر میکنم مهمترین هم باشه استاد و خیلی اهمیت داره حالا اهمیتش الان بلد. بیشتر از اینا خدمت شما توضیح میدیم دومین اثرش در قلب انسان اینه که عامل قساوت قلب میشه به بعض انسان ها هست که هر حادثه پیش بیایه هرچی خشمناک باشه هرچی غمگین باشه هرچی حزننگیز و تأثرزا باشه هیچ ککش به تعبیر ما نمیکنن شما ببینید الان دایش متاسفانه در اکثر کشورهای اسلامی اینها حلقوم را میبرن هیچ اثری برای اینها نداره با سرهای بریده شده آدم ها فوتبال میکنن یعنی قصاعت قلب دیگه اگر انسان در غفلت فرو رفت دومین اثر غفلت در قلب انسان قصاوت قلب و سختی قلب انسان چون عامل لطافت در روح انسان قلب دیگه اگر این قلب قصاوت پیدا کرد دیگه انسان به هیچی رحم نمیکنه لذا حضرت امام باقر علیه السلام در حدیثی که بهار 75 صفحه 174 اینه بیان کرده می فرماید یاکل قفله از غفلت خیلی دوری کنید تنبه متماره بیدار میکنه میگه از غفلت بسیار دور, با دور باشید و برحضر باشید ففیها تکون و قصاوت القلب در غفلت یک حادثه پیش میاد که ای باعث قصاوت قلب شما میشه لذا قرآن میگه بعض قلب ها هست که اینها قصاوت میگیره میگه اینا از سنگ هم سختتر یا بلکه پستره چرا به خاطر اینکه خب وقتی شما سنگ رو میبینید سنگ اثر داره از درون سنگ آب زلال برمیخیزه از درون سنگ تراوت و زیبای گلها بیرون میخیزه اما اگر قلب دارای قصاوت شد از سنگ هم تر میشه چرا به خاطر اینکه خوبه هیچ اثری در این نیست اثر هدایت اثر پذیرش حقانیت اثر اخلاق همه اینها از بین میره لذا ببینید اگر انسان خدا نخواسته دوچار غفلت شد و از این غفلت در زندگی خودش بیدار نشد دومین اثرش اینه که این غفلت سبب قصاوت قلب بشه و آیات الهی دیگه در قلب اثر نمیکنه الهام الهی وحی الهی دیانت الهی اخلاق انسانی هیچی در این قلب اثر نداره شما میبینید عده از انسانهایی که الان متاسفانه با تفکرهای غیر دینی زندگی میکنه و مسلمان هم هستن ها مسلمان هم هستن الان برای اسلام حربه درست کردن که متاسفانه قابل بخشودنی نیست اینا علتش چیه؟ یکی از علتهایش اینه که قلب اینا قصاوت گرفتن و در اون غفلت فرو رفتن و متاسفانه مایه خیری در اینها وجود نداره این دومین اثر غفلت در قلب انسانه بالاتر از این مرحله سوم پیش میاد که بعضیا اونقدر این غفلت در قلبشون اثر میگذاره که باعث مرگ قلبی میشه مرگ, قلب. مرگ قلبی, میشه یعنی دیگه اصلا این قلب هیچ خاصیت نداره هیچ خاصیت نداره قرآن میفرماید اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم ببینید تبع یعنی مهر زدن یعنی چاپ کردن به تعبیر بهتر طبع قلب یعنی مختوم قرار دادن پرونده قلب دیگه این قلب هیچ اثر نداره چرا؟ خاطر این خب غفلت آمده این از اون حالت اصلی خودش میرانده و سبب مرگ این قلب شده اولا الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و هم الغافلون ببینید آیم واره که قرآن چه زیبا آمده این اثر غفلت را در نهاد انسان و قلب انسان بیان کرده میگه آقا اگر میخوای این قلب زنده شوه به یاد خدا به اخلاق به انسانیت به شرافت به بزرگی به پذیرش حقانیت بیا از حالت غفلت بیرون بیا و الا ای قلبت اول درک خودش را از دست مته و بعد قصاوت پیدا میکنه و بعد باعث مرگ شدید در قلب حادث میشه و این مرگ دیگر راه برای نجات انسان نمیگذاره لذا در روایت هم حضرت علی علیه السلام میفرماید من غلبت علیه الغفله مات قلبه اگر کسی غفلت بر اون چیره شد قلبش میمیره لذا باید ما بسیار بسیار به این اثر غفلت توجه کنیم و خود ما را خود ما را متنبه کنیم از اون غفلت هایی که در زندگی خود ما زندگی خانواده ما زندگی دختران ما و پسران ما پیش میاید حالا با عوامل مختلفی که بالاخره گفتیم یکیش محیط اجتماعی یکیش نفس اماره یکیش مظاهر بالاخره فساد در اجتماع شهوات و چیزای دیگه شیطان و امثال اینها که خب حالا چون خودش بحث های مستقل داره خیلی ما متعرض اینها نشدیم این اولین اثر به تعبیر شما شوم غفلت در نهاد انسانه. اما اون که بدتر از این شاید باشه اثر دیگری است که در اعمال انسان پیش میه. خب ما ادعای مسلمانی داریم پیروی اهل بیت روزه و حیعتی هم هستیم مریم پای منبرها میشینیم روز تا شب دعا میخوانیم دعای کمیل میریم نماز میخوانیم زیارت حضرت رضا حضرت امام حسین بیت الله الحرام مشرف میشیم اما بعض اوقات این غفلت سبب میشه که همه اعمال ما از بین بره چرا به خاطر اینکه وقتی یک عمل انجام میشه سه مرحله برایش میتونیم تصویر کنیم یک مرحلهش اینه که عمل قبول میشه حالا چی عمل قبول میشه آیه مبارکه قرآن میفرماید الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه میگه مرحوم عبدالوسین طیب یکی از مفسرین زیبای قرآنه تفسیر عطیب البیان یکی از تفسیرهای خیلی زیباست که نکات ظریفی را اگر انسان دقت کنه در اونجا پیدا میکنه در زیل آیه مبارکه الیه یسعد الکلم الطیب میفرماید این معنای سعود یعنی قبول بعض اعمال هست که قبول میشه به درگاه خداوند متعال حالا اون کدام اعمال است الکلم الطیب اون چیزهایی که پاک و پاکیزه باشه پاک و پاکیزه باشه آلودگی نداشته باشه ریا نباشه دروغ نداشته باشه غیبت نداشته باشه بالاخره آثار دیگری که باعث رد اعمال میشه در اونها وجود نداشته باشه این اولین واکنش عمل انسان نماز میخوانیم قبول میشه برای که محزن لله و خاطر خدا به جا جاوردیم زیارت میریم به همین صورت کارهای خوب میکنیم به همین صورت و عبادتهایی که به جا میاریم به همین صورت است مرتبه دوم رد عمله وقتی ما عمل رو به جا میاریم اصلا قبول نمیشه و الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر و اولائکه هو یبور در زیل آیه مبارکه دهم سوره فاطر که قسمت اولش رو گفتیم باعث قبولی عمل میشه در قسمت دوم اشاره میکنه که بعض انسان بعض اعمال انسان یبور است یبور به معنای کسادی زیاد است به معنای باطل شدن و قبول نشدن پوچ شدن پوچ شدن خب موانع قبول اعمال خیلی زیاد است مرحوم علامه سید مهدی بحر یکی از کسانی که محضر آقا امام زمان مشرف شد و امام زمان نوازشش کرد یکی از بزرگان علم و دیانت در نجف حضرت آیت الله بحر العلوم سید مهدی بحر العلوم اینقدر این آقا عظمت داشت که ما در حقیقت علوم فقه و اصول ما وارثش ارسمندش ما از همین آقا ارث بردیم اینها را مرحوم صاحب ریاض در پای درس شرکت مکرد مرحوم صاحب جواهر پای درس شرکت مکرد مرحوم شیخ جعفر کاش فلغتا بزرگ خاندان آل کاش فلغتا در اونجا شرکت میکرد و مرحوم کاش فلغتا با اینکه سنش از سید مهدی بحرالعلوم بزرگتر بود اونقدر احترامش میکرد که میگفتی امامه تحت الحنک امامه خود باز میکرد نعلین های سید بحرالعلوم رو پاک میکرد یک کتاب بسیار زیبایی داره یک وجیزه و مختصر در مورد فقه کتاب تهارت و سلات را آمده به شعر در آورده به نام الدرت نجفیه اینجا آمده در دو سه تا جمله خط بسیار قشنگ و زیبا به شعر آورده موانع قبول را اشان بفرماید ولعجب من موانع القبول عجب یکی از چیزهایی که باعث قبولی اعمال رد اعمال میشه عجبه بعد میگه و من اشد الحابسات الحاجبه از بزرگترین و شدیدترین چیزهایی که باعث میشه اعمال انسان حبس و از دیوار بالا نره اشد الحابسات الحاجبه که باعث حجب میشه باعث قبول نشدن میشه باعث میشه که خب در کف اتاق بمانه اعمال هیچ مثلا اثری نداشته باشه حبس و زکات و حقوق الواجبه اشان یکی یکی همینطوری شعر مشماره در دوسه بیت میگه چیزهایی که باعث میشه که اعمال انسان رد شوه و قبول نشه حبس زکات است حبس حقوق الواجبه مثل خمس بعد نشوز یعنی زنها اطاعت نکنن از فرمان مثلا شوهرانشون اباق و کبر و غیبت همه اینها در روایات میگه وارد شده که باعث حبس عمل و رد قبولی عمل میشه عکل حرام خوردن مال حرام بعد شرب مسکر شراب خوردن همه فحشا و منکرات اینها باعث میشه که اعمال انسان قبول نشه در آخر اشارش توصیه میکنه میگه علیکه به تقوا فمنها ترتقی آدم پسر خوب جوان خوب دانشمند مرد اجتماعی تقوا داشته باش پرهیزگاری داشته باش فامینها ترتقی و توسط پرهیزگاری است که این اعمال انسان قبول میشه و انما یقبل اعمال المتقی انما در عربی از عدات حصر ایشان در این شعر زیبایش میگه که تنها اعمال قبول میشه که اون انسان متقی به جا بیاره این مورد دوم است که اشان آمده در این اشعار خودش بیان کرده پس قسمت اول اعمال انسان قبول میشد بخش دوم که اشاره کردیم قبول نمیشه اما بخش سوم که غفلت یکی از عوامل اونهاست حبت عمله حبت عمل بله حبت عمل به اثر شدن عمل متلاشی شدن عمل فساد عمل حلاک شدن اثر عمل که در روایت حضرت علی علیه السلام و می فرماید فإن الغفله تفسد الاعمال غفلت اعمال را فاسد میکنه در روایت هست اصف عن آیات الذین تکبرون ذالک بانهم كذبوا با به آیاتنا و کانوا عنها غافلین و كذبوا و به آیاتنا و لقاء الاخره حبتت اعمالهم ببینید در اینجا در این آیه مبارکه یک ارتباط بین حبت عمل و غفلت میگه یکی از چیزهایی که سبب میشه انسان اعمالش حبت شوه کلا اثرش از بین بره متلاشی شوه و پوچ شوه شما نماز میخوانید اما این نماز مثل که نخوندید روزه میگیرید مثل که اصلا روزه نگرفته باشید رزاست که در روز قیامت وقتی بعضی های اعمال رو میگوشه میبین چیزی نیست میگه خب من در زندگی نماز خواندم دعا کردم عبادت کردم میگه همه اینها حبت شده از بین رفته یکی از چیزهایی که اعمال انسان را از بین میبره و باعث حبت اعمال انسان میشه غفلت لذا عزیزان دوستان بزرگواران جوانان پسران دختران مردها خانمها این غفلت ها را بیاییم از زندگی های ما برکنیم تا به اون طبعات بسیار بسیار مخربش بر نخوریم که هم در دنیا عارض ما بشه هم در آخره استاد تشکر استاد دو دقیقه وقت داریم و ما میخوایم در این دو دقیقه همچنان از محضر شما استفاده کنیم و انشاءالله در ادامه بحث تنبیه ظاهرا ما جلسه دیگری هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود عجب بله خیلی خوب حالا در این دو دقیقه من مراحل و درجات تنبه را میخوایم اشاره کنم بسیار مختصر همینطور بالاخره موریری با. و فهرستوار ما چطوری بیایم دیگر را تنبه کنیم و تنبه برایش پیش بیاریم رای اولش اینه که خوب در کنارش میشینیم با یک بالاخره گفتگوی با یک ضرب المثلی مثلا اینا بیدارش میکنه مثلا کسی که فرض بفرمایید این درس نمیخونه یا مصارفش خیلی زیاده کتاب زیاد میخره دو خودکار زیاد میخره قلم زیاد میخره کنارش میشینیم میگیم بابا جان آفتاب لگن هفت دست شام و نهار هیچی خب بالاخره برش میفهمانیم که بابا جان این کارایت ای کارای درست نیست با این حالت ما مهم تنبه برایش میتیم مصداق دومش و راه دومش اینه که ابراز نارضایتی کنیم اونطور که در سوره عباس خداوند متعال آمده از پیغمبر خودش به نحو ابراز نارضایتی کرده در اون برخوردی که با عبدالله ابن ابی مکتوم عبدالله ابن ابی مکتوم یک مرد, مرد نابینایی بود از مادر بلاخره آمد در اینجا نشست مرد فقیری بود پیغمبر با سران کفار داشت صحبت میکرد وقتی وارد شد در مجلس حالا بعضی البته یک تفسیرش اینه پیغمبر یک مقداری ای به این به کرد آی قرآن نازل شد فرمود یعنی این میندازن در آتش ببینید اینجا چقدر هشدار شدید خدا متعال برای یک انسان بیان کرده برای کسی که بسیار حیب جویی میکنه در اعمال دیگر حالا با فکر خودش و بیان خودش به امثال اینها قسم پنجمش تنبه عملی و تعدیب عملی است که ما میخواستیم انشالله این بحث را عملا حالا در افته آینده خدمتتان عرض کنیم انشاءالله. که موارد هم داره انشاءالله اشاره میکنیم رویش های تنبه عملی و تعدیب عملی و برنامه های خاص خودش که مربوط به خودش است و انشاءالله خدمتتان و همه بینندگان عزیز اگر فرصتی باقی بود و حیات عرض خواهیم کرد بسیار لطف کرده رستاد خدا خیرتون بده خداحافظی میکنیم انشاءالله که بتوانیم در جلسات بعد هم همچنان از محضر شما استفاده کنیم خواهش میکنم از شما از دل هم خداحافظی میکنیم و برنامه را به پایان میبریم با دعای همیشگیمان من اللهم من نهاد و منج و من رسولک و من حجتک <applause>